خوش آمدید به برنامه کودکان مقدمان. سلام های گرم و صمیمانه من و حامد جمالی رو در اتاق فرمان بپذیرید. امیدوارم که روز و هفته رو به خوبی گذرانده باشید. روشنه که در شرایط بسیار ویژه‌ای هستیم و میدونم که بسیاری از شما به لحاظ عاطفی بعد از فاجعه فروریزی برج متروپول در آبادان در چه وضعیتی هستید و همینطور اعتراضات سراسری وسیعی که در دفاع از حقوق پایه‌ای مردم و اعتراض به جمهوری اسلامی در کشتار آبادان هست به هم وصل شدیم. در برنامه امروز به بررسی سرود سلام فرمانده خواهیم پرداخت و ارتباط اون رو با فاجعه کنونی و حملات جمهوری اسلامی به اعتراضات مردم بررسی خواهیم کرد. اجازه بدید راه‌های تماس رو با هم مرور کنیم و برگردیم به موضوع اصلی برنامه. بسیار خوب، راه‌های تماس رو مشاهده کردید با همین شماره تلفن که در زیر تصویر هست و به اون اشاره کردم. همین حالا ما در دسترس شماییم با همین شماره تلفن. واتساپ، وایبر، لاین، تلگرام، ایمو در دسترس شما هستیم و سیگنال. قبل از هر چیز فاجعه فروریزی برج متروپول، کشته شدن عزیزان در حادثه آبادان رو، در فاجعه‌ای که در آبادان رخ داد رو به همه شما تسلیت میگیم. معلومه که غم و اندوه بزرگی بر قلب همه ما نشسته، اندوهی که اون رو به اعتراض و یک وسیله برای مقابله با جمهوری اسلامی تبدیل خواهیم کرد. در همین حول و حوش اون سرود مشهور سلام فرمانده منتشر شد و برای اون در تهران و شهرهای دیگه برنامه ریزی شد. استادیوم ورزشی در مجموعه آزادی رو اختصاص دادن، در حالی که مردم در آبادان زیر آوار بودند و یک فاجعه رخ داده بود که اساس و بنیادش فساد و تباهی جمهوری اسلامی و دلیل و قاتل اصلیش حکومت اسلامیه. در تهران جشن دیگری جمهوری اسلامی برپا کرده بود، عین خیالش هم نمیمد، باید یک عده رو با اتوبوس و مینیبوس و از این ده و از اون شهر و از برنامه ریزی های پایگاه بسیج و مساجد و خانواده های پاسدار و غیره رو جمع میکرد، میبرد استادیوم آزادی، برای اینکه به این سرود احتیاج داره جمهوری اسلامی، محتاج این سروده، چیزی رو خلق کرده که به خودش روحیه بده و بگه من هستم. وقتی برنامه در استادیوم آزادی پخش می شد و مردم با دست خالی با چنگ و دندان آوار ده طبقه برج رو با دست جابجا می کردن تا عزیزانی رو از زیر آوار جسد متلاشی شده بیرون بیارن، به یاد آخرین سخنرانی دیکتاتور رومانی چاوشسکو افتادم. او هم 80,000 نفر رو دم و دستگاه اطلاعاتی و امنیتیش جمع‌آوری کرده بودند که براش هلهله کنن و در مدح رهبر سرود و شعر بخونن. خیلی شبیه اون دوران هست و مردم سه روز بعد کار چاوشسکو رو تموم کردن. یک اعتراضی که خودش هم اصلا تصور نمی کرد اتفاق بیفته. چیزی در همون هول و هوش علیه خامنه ای
دستگاه اهریمنی حکومتیش در ایران در جریانه. سرود سلام فرمانده به سرعت به یک جوک در میان مردم تبدیل شد، زدن تو صورت سرایندش و مرجعی که اون رو تهیه کرده بود، سازمان اطلاعات سپاه و آموزش پرورشی که 313 کودک رو به بهانه ای که بعد میگم به چه دلیل جمع کرده بودند که این سرود رو همخوانی کنند و بخونند. بعدها هم معلوم شد که در این سرودخوانی جای پای یک سعید طوسی دیگه ای هم ظاهرا باز شده، اون رو میگذاریم بعد. اما پاسخ مردم به سلام فرمانده شد سلام پسمانده، سلام درمانده، سلام وامانده و امثال اون. سرودهایی که علیه اون بلافاصله ساخته شد و اون رو به صورت جدی به چالش کشید. این سرود حاوی چیه؟ میخواد به کودکان چی بگه؟ بگذارید به اون بپردازیم. کودکان دهه 90 رو آوردن که این سرود رو همخوانی کنند. اینجا ما تلاش میکنیم که با تصاویری کودکانی که دهه 90 هستند و کودک کار و خیابان هستند رو کنار دستمون بذاریم و بگیم ما به این کودکان دهه 90 میگیم و جمهوری اسلامی کودکان دیگری رو، دهه 90 ها رو، یعنی کودکان 9 ساله رو آورده براش یک سرودی بخونن در مدح رهبری و علیه حق کودکی. در این سرود گفته میشه که من پدرم و مادرم رو فدای تو میکنم. چرا کودک این حق رو داره که پدر و مادرش رو فدای کس دیگری بکنه؟ کودک عمیقا وابسته است برای تعلق و نگهداری توسط خانواده، پدر، مادر یا هر کس که سرپرست او هست. کودک که نمیتونه پدر و مادرش رو فدای کسی بکنه. حالا بگذاریم معنی فدا رو معلوم کنیم. یعنی چی فدا میکنم؟ مثلا ما میگیم جانم را فدای هر چی، آرمانهایم یا هر چیزی میکنم. یعنی اگر من جونم رو از دست بدم، فدای شما، فدای سر شما. آیا کودک میتونه چه حقوقی، چه فردی، چه عاطفی پدر و مادرش رو فدای مثلا خامنه ای بکنه؟ این سرود میگه این کارو بکن. یعنی پدر و مادر تو ارزشی ندارن در قبال خامنه ای و حکومت اسلامی، بی ارزشن. تو اونها رو بی ارزش کن، منو ارزش کن. اما کار به اینجا ختم نمیشه. بعد میگه که من سرباز گمنام تو میشم. یعنی من کودک 10 ساله، 11 ساله میشم کارمند دستگاه های امنیتی، یعنی میشم عضو اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات یا دستگاه های اهریمنی ضد مردمی که اساسا اطلاعاتی هست، میشم عضو اون. بعد پای آیت الله ها پیش میاد. کدوم آیت الله رو انتخاب کنیم؟ آیت الله بهجت رو انتخاب میکنیم که از همه فکری و عملی و الزامی به دستگاه خامنه ای نزدیکتر بود. و بعد حاج قاسم میشم، یعنی یک تروریست سازمانیافته جهانی به اون تبدیل میشم و بالاخره من جان خودم رو فدای تو میکنم. این کل اون سروده. شما ارتباطی با جهان کودکی در این سرود با همین کودکانی که به گروگان گرفته شدن میبینید؟ نمیبینید. چرا؟ چون درک یک حکومت، یک درک ایدئولوژیک اسلامی از کودک همینه. تو موجود بی ارزشی هستی؟ من به عنوان سرباز، به عنوان کودک سرباز تو رو به گروگان میگیرم، مخشویی میکنم، تربیت میکنم و برای آرمانهای خودم تو رو فدا میکنم. همینطور که در جبهه جنگ ایران و عراق
خود جمهوری اسلامی میگه نزدیک به 40,000 کودک در جنگ ایران و عراق، یعنی به عنوان کودک سرباز، کودکان بسیجی، دانش آموزان بسیجی، جونشون رو از دست دادن. یعنی جمهوری اسلامی اینها رو برد جبهه، از رو میدون مین رد کرد یا در سنگرها در مقابل ارتش عراق کشته شدن. 40,000 کودک با آوارگان جنگ اشتباه نکنید، اینها رو جمهوری اسلامی به جنگ برد، لباس تنشون کرد، اسلحه دستشون داد، برد جبهه جنگ، برد خط مقدم آتشباری و از بینشون برد. و این خیالش نیامد، این خیالش هم نیامد. حالا بسیج دانش آموزی و مخبر کردن دانش آموزان و جاسوس کردن دانش آموزان و راهیان نور و گله آخوند به مدارس و غیره پاش وسط میاد. اما چرا این اتفاق در آموزش پرورش میفته؟ من میخوام قبل از هر چیز با هم به دهه 90 ها و نسل قبل از اون که الان در خیابانن و جمهوری اسلامی با تکتیرانداز و با کشتار دنبالشون میره، که در سال 96 و 97 و 98 نمونه هاشو دیدین، همون نسلی که جمهوری اسلامی میخواست تربیت کنه و هرگز نتونست و جوابشو دادن، این بار با اسلحه دنبالشونه. پس این مغزشویی تا اینجا کاری نکرده. بگذارید برای مشخص کردن صحبتمون یک سری به آبادان بزنیم و این نسل که جمهوری اسلامی میخواسته مغزشوییش کنه رو ببینیم. جمهوری اسلامی این نسل رو نتونست مغزشویی کنه، تلاشش رو کرد، گله آخوند برد، بسیج دانش آموزی درست کرد، 1001 برنامه دیگه درست کرد، ولی این همین نسلی که اومده علیه جمهوری اسلامی میجنگه. حالا جمهوری اسلامی دیگه مجبوره بره دهه 90 رو بیاره که تشخیص نمیده سیاست چیه و فکر میکنه داره یه آوازی میخونه و به صورت واقعی هرگز نمیتونه تصور کنه که فدا کردن پدر و مادر یا اینکه من میرم و خودم کشته میشم چیه. این جمهوری اسلامی بیرحمه برای قربانی کردن کودکان. این سرود سلام فرمانده و پاسخ مردم سلام وامانده و سلام پسمانده، سلام هرچی که بسیار زیاد هست، چفت شد به فاجعه فروریزی برج متروپول. بگذارید باز هم سراغ آبادان بریم. این نسل و این ارتباط، همین نسل در خیابان فریاد میزد آبادان زیر آواره، در تهران مراسم دیگه است، شعار میداد. جمهوری اسلامی با نگاهی که با آموزش و پرورش داره عملا یک پیام به جامعه میده، میگه من شما و نسل شما و همه فرزندان شما رو برای اهداف خودم نابود هم میکنم و برای شعر میسازم. همه دیکتاتورها همین کارو کردن. در واپسین روزهای سقوط هیتلر براش شعر رهبر ما هیتلر ساخته بودن و دانش آموزانی رو آورده بودن، چون کنترل جامعه دیگه از دست اس اس ها و گشتاپو و اینا داشت خارج میشد، میتونستن دانش آموزان رو جمع کنن بیارن که خود اون دانش آموز تشخیص نمیده، نمیدونه کجا میبرنش. همینطور که برای مراسم تولد شاه 4 آبان خیلی از هم نسلان من یادشون میاد
که خیلی از دانش آموزا رو میبردن سرود میخوندن برای شاه، که اصلا نمیدونستن شاه چیه، حکومت چیه، استبداد چیه، ساواک کیه، سازمان امنیت یعنی چی، حق کودکی یعنی چی، نمیدونستن. الان هم همینطوره. اما اینجا یه مبارزه ای هست که علیه همین مغزشویی هست، مبارزه معلمین که بارها و بارها و هر هفته راجع به اون صحبت کردیم. معلمینی که ایستادن و گفتن آموزش و پرورش پولی، کالایی، ایدئولوژیک، عقب مانده، مذهب زده نمیخوایم. به عنوان یک معلم ایستادن. پاسخ سرود سلام فرمانده همینجاست کنار دست من. نگاه کنید. به این دوتا تصویر نگاه کنید. انجمن صنفی معلمین کردستان که معلمینی چون اسکندر لطفی، شعبان محمدی، مسعود نیکخواه زندانی اون هستند، همون معلمانی که به جرم ارتباط با آموزش بین الملل و نمایندگان اون دستگیر و زندانی شدن، به جرم اعتراض علیه همین آموزش پرورشی که سرود سلام فرمانده رو کارسازی میکنه. اینجا کنار دست من اعتبار اون معلمین، جنبش خودجوش و اعتراضی که رهبران و معلمین رو به عنوان رهبران خودش رو دست خودش میگیره، رو شونه های پرقدرت خودش میگذاره و ازشون دفاع میکنه. تو زندانشون کردیم، من میرم به خانوادهشون سر میزنم، عکس میگیرم، تصویر برداری میکنم و به تو میگم از تو نمیترسم. تو فرمانده پسمانده ای، تو فرمانده وامانده ای، این جوابته، اینجا من بهت جواب میدم. اما وقتی این اعتراضات با فاجعه آبادان و فروریزی برج متروپول مچ میشه، تو هم میره، موضوع ابعاد دیگه ای پیدا میکنه. همه مردم میدونن این فرو ریختن یک برج نیست، این یک عاملی داره، یک دلایلی داره. همینطور که وقتی پلاسکو آتیش گرفت و سوخت و فرو ریخت، که ساختمان بسیار محکمی هم بود، مردم آتش سوزی پلاسکو رو به جمهوری اسلامی و ناتوانیش و اقدامات اهریمنیش نسبت میدادن، در حالی که یک ساختمانی آتیش گرفته بود. در آبادان هم همینطوره. رفتار جمهوری اسلامی و عبدالباقی های جمهوری اسلامی به مردم یک پیام دیگه ای میده، میگه این ساختمان نیست فقط، این یک سیاسته، یک دسیسه است. چرا نیروی امداد نیست اما نیروی سرکوب هست؟ چرا عبدالباقی دستگیر میشه، بعد مفقود میشه، بعد کشته میشه، بعد اون ماجرای مضحک برادر و گری و غیرش که همین شما ازش خبر دارید اتفاق میفته؟ پس این فقط فروریزی برج نیست. اگر برج فروریخته چرا نیروی سرکوب آوردی؟ چرا به مردم داری حمله میکنی؟ چرا تیراندازی میکنی؟ به همین کلیپ نگاه کنی. نگاه، یکی از ماشیناشون اومده اینجا، کوچه رو میخوام ببندن. نگاه، مردم هرگی نگاه تیر میزنن اینا، ماشین یک کتا. نگاه، خودشون همه ماسک زدن. چرا خاموش کن، چرا خاموش کن. نگاه به شورا مردمی که تو کوچه جمع شدن. نگاه چهره این نکفت قبر نزن مردم کسافن.
همبستگی مردم و اشتراک عاطفی که بین مردم هست دقیقاً به معنی مقابله با جمهوری اسلامیه. اتفاق آبادان مثل حمله به نیزارهای ماه شهره، مثل به خاک و خون کشیدن مردم در خیابان هاست، مثل کودک کشی جمهوری اسلامی در سال 98 که رسماً به سر فعالین و معترضین آبان شلیک میکرد. همون نسلیه که با تک تیرانداز میکشتی امروز در آبادان، در ماهشهر، در اهواز، در اندیمشک، در دسفول، در قم، در تهران در مقابلت ایستادن و بهت میگن سلام پس مانده، سلام وامانده و امس و خودتون خبر دارید، اینجا تکرار نمیکنم. این موضوعیه که الان روی میز ماست. معلومه نقشه دفاع از حق کودک به جای دیگه ای اومده. دفاع از حق کودک از انجیو ها تا ساماندهی کار کودکان تا مراقبت از کودکان تا بازگرداندن کودک، سواد آموزی به کودک، اومده توی خیابان در اعتراض با جمهوری اسلامی و سنگربندی. تمام صحبت اینجاست. ما وارد دوره جدیدی شدیم. دنیا هم به ما طور دیگری نگاه میکنه. همین الان که من خدمت شما هستم، فعالین دفاع از معلمین از بیانیه های سراسری، از بیانیه های تشکل های سراسری بین المللی مثل آموزش بین الملل و بریتیش کلمبیا، کشورهای دیگه، انگلستان، فرانسه پیام میدن به معلمین زندانی و از اونها دفاع میکنن. همونایی که جمهوری اسلامی گروگان گرفته داره پرونده جاسوسی براشون درست میکنه. پاسخ اون در اعتراضات آبادان هست. به این صحنه شکوهمند نگاه کنید. این پاسخ سلام فرمانده است. این در دفاع از معلمینه. این در دفاع از کشته شدگانه. این در دفاع از مادران دادخواهه. همه دادخواهی و اعتراض و انقلاب و اعتراض مردم همش با هم یک جا جمع میشه. و جمهوری اسلامی از وحشت همین وضعیت و این اتحاد و این در هم رفتن دست ها برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی روی میاره به سلام فرمانده. چند تا کودک رو جمع میکنیم، یک مأمور مخبر وزارت اطلاعاتی رو از لنگرود میاریم، اون برامون میخونه، ما اونو تو بوق میکنیم، هزار یه جور هزینه براش درست میکنیم. جواب مردم اما متفاوته. برمیگرده، روشو برمیگردونه از حکومت و همون اعتراضی رو سازمان میده که توی ماهشهر هست. ماهشهری که نیزارهای اون رو به خون کشیدن. نگاه کنید. پاسخ جمهوری اسلامی داده شده است. اون چیزی که ما اینجا روی اون تأکید داریم در پایان برنامه یک جمله است. وضعیت و موقعیت دفاع از حق کودک وارد مرحله جدیدی شده و باید راجع به این مرحله جدید ما با هم متحد باشیم. این دوره، دوره اتحاد، همبستگی انجیوها، نهادها، فعالین و رهبران علیه جمهوری اسلامی. به زودی 22 خرداد، 12 جون
روز منع کار کودکان فرا خواهد رسید. این پاسخ باید به طور کلی متفاوت باشه از هر سال دیگه. بنیش، موتورش و اعتراضش در همین تظاهرات ها خودش رو نشون داده. در تودهنی زدن به سلام فرمانده و تبدیلش کردن به یک وامانده پسمانده. این کاریست که ما الان روی دستمون هست. روز و شب خوبی براتون آرزو دارم.